خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از روزنامه رسمی دولت این کشور گزارش داد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قانون جدید و جنجالی این کشور را به همراه دستورالعمل‌هایی برای اجرای مفاد آن به مقامات فرانسه ابلاغ کرده است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. رئیس جمهوری فرانسه قانون جدید و جنجالی این کشور را به همراه دستورالعمل‌هایی برای اجرای مفاد آن به مقامات فرانسه ابلاغ کرد. شورای قانون اساسی فرانسه بالاترین مرجع قضایی این کشور روز گذشته بیش از یک سوم از مفاد لایه جنجالی فرانسه را که جناه راست ارائه کرده بود از جمله اقداماتی برای کاهش دسترسی مهاجران به مزایای اجتماعی و معرفی سهمیه های مهاجرتی را رد کرده بود. گفتنی است که پس از هفته ها مذاکرات دشوار لایه اصلاح قانون مهاجرت شامگاه سهشنبه 19 دسامبر به طور قطعی توسط سنا و مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید. متن این قانون تا حد زیادی نسبت پیشنهاد اولیه دولت سخت گیرانه تر شد و تصویب آن مورد استقبال راست افراطی قرار گرفت. اما انتقادات جدی در جناه چپ و حتی در, در درون دولت به دنبال داشت. هرچند بخشی از دولت تلاش کرد که آن را یک پیروزی توصیف کند اما برخی مفاد این لایحه از جمله اولویت دادن به شهروندان فرانسوی نسبت به مهاجران در بهره بردن از شماری از کمک های اجتماعی پیامدهای جدی سیاسی برای دولت به دنبال خواهد داشت به ویژه آنکه حمایت حزب راست افراطی یعنی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن از این قانون باعث ایجاد شکاف در حزب اکثریت ریاست جمهوری شده است این قانون در حالی تصیب شد که در مجموع 59 نماینده از ائتلاف اکثریت به آن رأی موافق ندادند. این قانون با تصیب بندهایی از جمله سختتر کردن پرداخت کمک های اجتماعی برای خارجی ها، تعیین سهمیه سالانه مهاجرت و لغو خودکار بودن قانون کسب تابعیت فرزندان متولد شده از والدین خارجی موسوم به قانون خاک محدودیت هایی را برای مهاجرت در فرانسه اعمال می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه چهاردهم ژانویه 25 هزار نفر به گفته برگزار کنندگان و 7700 نفر به گفته پلیس در خیابانهای پایتخت فرانسه به تظاهرات پرداختند و خواستار لغو کامل این قانون شدند. بیش از 400 گروه انجمن اتحادیه و حزب سیاسی خواستار تظاهرات علیه متنی شده بودند که باستاب بسیاری از افکار راست افراطی بود. گروه های حقوق بشر این مصوبه را به عنوان پس رونده ترین قانون مهاجرت در دهه اخیر محکوم کردند. حدود یک سوم از 101 دپارتمان فرانسه اعلام کردند که از اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اعطای برخی کمک های اجتماعی به مهاجران قانونی خودداری خواهند کرد. متن تصیب شده آنقدر در برخی عرصه ها سخت است که خود رئیس جمهور که دولتش ابتکار پیشنهاد این لایحه را داشت از آن کرد که برخی از مفاد این قانون ممکن است خلاف قانون اساسی باشد یک روز پس از تصویب لایحه مهاجرت ساشا هولیه رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان فرانسه گفت که حدود سی بند از قانون تصیب شده ممکن است مغایر با قانون اساسی باشد بسیاری از بخش‌های مورد مناقشه قانون مربوط به نقض تساوی رفتار بر طبق رویه قضایی شورای قانون اساسی است. یکی از بندهایی که رئیس مجلس ملی فرانسه هم به آن اشاره کرده است، موضوع تعیین سهمیه سالانه مهاجران ورودی به فرانسه است. فاطمه سادات مستوی، اخبارشیه